بانو جلال، وقت خبر بازداشت استاد جلال را شما دریافت کردین، چی حس و حال پیدا کردین و چی حس داشتین اون وقت؟ تشکر از شما و از بینندگانتان. دیروز حوالی ساعت 6:30 صبح بود که به وقت واشنگتن دی سی که بر من از طرف اعضای فامیل و دوستانی که در کابل بودن و در بیرون از افغانستان به تماس شدن و میخواستن که اینا تایید کنن خبر بازداشت پدر ما استاد فیض الله جلال. من واقعا نمیفهمیدم که چی رقم از کجا اولشان بگیرم، برای اینکه استاد یک مدت هست از وقت سقوط کابل تنها زندگی میکنن و اعضای فامیل بیرون از افغانستان هستند و خویشاوندان نزدیک هم بیرون بودن قبلا هم به خاطر به بعضی از استادای دانشگاه کابل که امرایشان به تماس بودن و میرفتن گاه ناگاه اولشان هم میگرفتن در خانه به تماس شدم و از اینا خواستم که عاجل خانه برن و ببینن که واقعیت است یا نیست. وقتی که اینا رفتن باز بر من بعد از یک ساعت به تماس شدن، گفتن که استاد نیروهای طالبان آمده به خانه، خانهشان در مکریان بود، از اونجا گرفتن و بردن و تلفنشان هم گرفتن و دیگه امرایشان کس تماس نداره. به نظر میرسه که طالبان با استناد به یک صفحه که گفته میشه جعلی است در توییتر استاد را بازداشت کردن. شما از این صفحه جعلی آگاهی داشتین یا دارین و کار برای بستن او انجام شده بود؟ بله دقیقا قسمی که گفتین، یک و نیم هفته پیش دوستای ما و اعضای فامیل اسکرین شات همین صفحه جعلی را برام فرستاده بودن. ما زیاد جدی نگرفتمش و برام میخواستن که بگن که این باید ریپورت شوه و پرسان کردن دوستا که آیا از استاد است. یعنی ما گفتم که از استاد نیست، استاد در توییتر هیچ وقت نبوده، حتی صفحه فیسبوک هم نداره، اکانت فیسبوک نداره. یک صفحه دوستا چند قبل وقتی که مصاحبهشان با تلویزیون طلوع داشتن و جنجالی شد، او وقت یک صفحه برشان ایجاد شده بود برای از اینکه به انگلیسی هم بعض موارد اونجا پخش شد و مردم جامعه جهانی هم بفهمه که استاد موقفشان چیست و چی میگن. بغیر از اون دیگه اونا در تویتر نبودن. باز ما وقتی که خواستیم که این صفحه تویتر را رپورت کنیم، تویتر بر ما یک ایمیل روان کرد که شما باید این اسناد را بر ما روان کنید، ما بفهمیم که شما امی شخص نمایندگیش میکنین. و وقتی که ما اسناد را روان کردیم، دمو جریان بودیم که دیروز این موضوع اتفاق افتاد. ما هم ایمیل های از طرف تویتر اینا همیشه از هفته گذشته پیش ما وجود داره. شما چی اطلاعات تازه دارین در مورد خود استاد که فعلا در کجا هستن و وضعیتشان چگونه است؟ اطلاعات جدید ما از یک ساعت پیش است که امروز بازم استادای دانشگاه کابل به تماس شدیم، گفتن که امروز رفته بودن به دفتر استخبارات کابل و خواستن که امروز استاد ببینن، اما برشان اجازه نه تنها که داده نشده، برشان یک شرط مانده شده که شما باید از رئیس عمومی استخبارات اجازه بگیرین و اینا ساعت ها اونجا منتظر موندن و بالاخره نتونستن استاد ببینن. تا با حال ما هیچ احوال نداریم از وقتی که دستگیر شدن، نمیفهمیم که در چه شرایطی هستن، از حالت صحیشان. حتی در مورد وضعیتشان هیچ صحبت نکردن با کسان که رفته بودن؟ نه خیر، اصلا نه. یگانه چیزی که ما شنیدیم از توییت آقای مجاهد بود که همه ما شما خبر داریم. بغیر از او هیچ کدام تبصری از طرف گروه طالبان تا هنوز در این مورد نشده. بانو جلال، خواست شما از مردم افغانستان، از طالبان و از جامعه جهانی چیست در وضعیتی که حالا استاد دستگیر شده و هنوز از سرنوشتم معلومات دقیق در دست نیست؟ من اولتر از همه تشکری میکنم از مردم افغانستان، از که چی در داخل افغانستان هستند و چی در بیرون افغانستان هستند، از حمایت گسترده ای که از استاد، از صدای آزادی و عدالت داشتن، از فعالین حقوق بشر در افغانستان، اساتید پوهنتون ها و دانشگاه ها و بالاخره تمام فعالین تشکری میکنم. و همچنان خواست ما از شانی است که دادخواهی خود ادامه بدن، برای اینکه ما تا هنوز به یک نتیجه نرسیدیم و دادخواهی ما فقط برای رهایی استاد نه، بلکه برای دایره و مکتبی است که استاد از بیشتر از دو دهه در افغانستان برش مبارزه میکنه که او برقراری حاکمیت قانون و عدالت و آزادی در افغانستان است. و از جامعه جهانی میخواهیم که اگرچه صدای خود بلند کردن، ولی بر ما و شما معلوم است که رخصتی هست شنبه و یک شنبه در اینجا، اونا باید که یک موقف جدی بگیرن و این موضوع را هرچی عاجلتر با رهبری طالبان صحبت کنن تا استاد رها شه. تشکر بانو حسین جلال، ممنون.